عملی قرار نگیرد، این برنامه با ناکامی روبرو خواهد شد. نهاد غیر حکومتی اکشن ای در گزارش میگوید با وجودی که برنامه همبستگی ملی از بزرگترین و کامیابترین برنامه های گسترش و توسعه روستاها در تاریخ افغانستان به شمار می رود، کلاها و کمبودهای نیز در کار این برنامه وجود دارند. افغانستان گزارش اکشن ایپ که زیر عنوان رهنما در حسابدهی مساعدت‌ها و مطالعه وضعیت مالی برنامه همبستگی ملی تهیه شده است، نشان می‌دهد که برنامه همبستگی ملی در سال 2008 میلادی با 87% کمبودی بودجه روبرو است و گمان می‌رود که شماری از پروژه های این برنامه در این سال عملی نگردند. این بار نخست است که نهادهای اجتماعی در افغانستان درباره بحث روی بودجه دولت افغانستان سهم گرفتند و ویژه درباره یکی از برنامه های بسیار معروف انکشافی. اما وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید که این برنامه با کمبود بودجه روبرو نیست و تا کنون این گزارش به دسترسی این وزارت قرار نگرفته است. کمبود پول قطعا دلیل رکود شده نمیتونه، هیچ رکودی رو ما تا حالا قبول نداریم. امسال برای اولین بار در تاریخ 5 سال همبستگی ملی هیچ پیشنهاد تکنیکی یا پروپوزالی که از شوراهای انکشافی توسط مؤسسات همکار آمده باشد و پول برای داده نشده باشد وجود ندارد. در این گزارش آمده است که کانادا، اتحادیه اروپا و شماری دیگر از تمویل کنندگان کمک های وعده شده را به این برنامه نپرداختند و همین علت کار پروژه های برنامه همبستگی ملی در بعضی از ولایت ها ناتمام ماندند. پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان به برگزاری انتخابات آزاد و شفاف در آن کشور تاکید کرد، در حالی که 4 روز به برگزاری انتخابات پارلمانی در پاکستان